صدراعظم آلمان خانم صدراعظم و چند تن دیگر از شخصیت ها در اون شرکت کردند به حمایت از اون، این چه جنبشی بود، چه حرکتی بود؟ ببینید بعد از اتفاقی رو که در پاریس افتاد و یک جریان بنیادگرای اسلامی به دفتر مجله فکاهی چارلی ابدو حمله برد و بخش زیادی از هیئت تحریریه رو به قتل رسون و بعد یک نفر دیگه باز هم از بنیادگرایان اسلامی در پاریس در یک فروشگاه که مال یهودیان بود ادی رو گروگان گرفتن و غیره، بحث در آلمان بسیار بالا گرفت و این بحثی بود که کمابیش مدت‌ها بود انجام می‌گرفت که گروه‌های اسلامی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و غیره اسلامی که می‌گویند با این حرکت‌های بنیادگرا مخالف هستند، بهتر است که مخالفت خودشون رو وسیعاً و عمیقاً نشون بدن. به همین دلیل بخشی از اتحادیه‌هایی که عمدتاً اتحادیه مسلمانای ترکیه بودند، فراخوانی دادند برای تظاهرات در محل براندنبورگر تور بر علیه بنیادگرایی اسلامی و در اونجا شخصیت‌های مختلف اسلامی، حالا گروه‌های متفاوتش و همچنین مسیحیان، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و یهودیان و همچنین بخشی از شخصیت‌های و رهبران سیاسی آلمان در اونجا حضور یافتند و بر علیه بنیادگرایی اسلامی سخن گفتند و برای همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و فرهنگ‌ها در کنار هم با حقوق مساوی در برابر قانون سخن گفتند که به نظر من هم تأثیر خوبی داشت و همین که زمان اون رسیده بود، الان هم رسیده که در آینده هم اون بخشی از مسلمان ها که واقعا با این جریانات بنیادگرا مخالف هستند فعال بشن، به خیابان ها برون و نشان بدن به مردم و حتی به خود همون بنیادگرایا که این مسلمان ها خودشونو از اونا جدا میکنن و مدافع اونا نیستن و دین اونها دین است و ابزار سیاسی، ابزار ایدئولوژیک برای حکومت سیاسی و جنگیدن بر علیه دگراندیشان نیست و نشده. خب ببینید و واقعیت هم این هست، ببینید در آلمان چندین میلیون خارجی زندگی میکنه که بخش بسیار زیادشون مسلمان هستن و اینها دینشون اسلامه، فرهنگشون یک فرهنگ دیگه است. این به این معنا نیستش که و اینا دموکراسی رو هم قبول دارن، حقوق بشر هم قبول دارن و در این چارچوب هم زندگی میکنن، به کسی هم کاری ندارن، نه کسی رو مجبور میکنن که فرهنگ اونا رو بپذیره و نمیدونم مدل اسلامی اونا رو بپذیره و نه کسی اجازه داره اونها رو مجبور بکنه که فرهنگ دیگران رو بپذیرن، همچنان که مثلا در ایالات متحده امریکا هم این مسئله وسیعاً وجود داره، میلیون ها مسلمان وجود دارن که هم دموکراسی رو میپذیرن و هم حقوق بشر رو میپذیرن ولی دینشون چیز دیگری است و اون دین رو ابزار سلطه بر دیگران نکردن و در آلمان هم این چنین است. یه اقلیتی هست همواره که اینها دین رو کردن ابزار سلطه بر دیگران، ابزار ایدئولوژیک برای دستیازیدن به یک حکومت و زیر سلطه بردن و مجبور کردن دیگران به پذیرش تصورات اونها. ببینید یک مصاحبه تلویزیون در اینجا پخش کرد، روزنامه هم نوشتن، یکی از شخصیت‌های
سیاسی آلمان و خبرنگار به سوریه و عراق اونجا رفت و به اسم آقای تودن هوفر و اونجا به اسم یورگن بله به اسم یورگن تودن هوفر بله بله یورگن تودن هوفر و این با یکی از آلمانیایی که مسلمان شده و سلفی شده و به اونجا رفته و در اونجا مبارزه میکنه به عنوان نیروهای داعش مصاحبه کرده بود و حالا این به عنوان نمادین از سوی بقیه و ایشون میگفتش که ما در اینجا هر کس که دین ما رو قبول نکنه ما اینو به قتل میرسونیم و بعد حالا میخوام بگم که این مسئله رو که اینها دارن فقط شامل مسیحیان و یهودیان و غیره نمیشه بعد ازش پرسیده میشه از این فرد آلمانی که مسلمان شده سلفیسته و الان در سوریه است در با داعش همکاری میکنه میگن که ما این شیعیانی که اینجا هستن یا باید اسلام ما رو بپذیرن یا همشون رو میکشیم بعد خبرنگار بهش میگه که اینها 20 میلیون هستن اینجا شما میخواییم 20 میلیون رو بکشید میگه که مهم نیست 20 میلیون هستن یا 100 میلیون یا 200 میلیون یا 500 میلیون یا اینها دین و آن دینی رو که ما میگوییم میپذیرن یا همشون رو به قتل خواهیم رسونیم یعنی این مشکلی که وجود داره در رابطه با حمله به دفتر شالی عبدو مجله فکاهی شالی عبدو مختص مثلا میان مسلمانان بنیادگرا و غیر مسلمانان نیست با خود مسلمانان هم همین کار رو کردن و میکنن ما تجربه 36 ساله جمهوری اسلامی رو داریم که با دگراندیشان مسلمان چه کرد و تجربه خود الان داعش رو داریم که با شیعیان و یا سایر اقلیت های دینی مذهبی در عراق و یا در سوریه چه میکنن. این آلمانی داعشی گفته است که از نظر او هر جا که داعش اون رو تصرف میکنه آقای مهندس مسیحیان، یهودیان و زرتشتی ها باید جزیه بدهند در غیر این صورت به حکم اسلامی که او میفهمد یا کشته و یا از خانه و کاشانه خود رانده می شوند و شیعیان هم حتی اگر 500 میلیون باشند اگر بیعت نکنند همه را سر می بریم خیلی خطرناکن اینا درست حرف شما بسیار خطرناک شما ببینید مگر الشباب غیر از این میکنه مگر بوکو حرام غیر از این میکنه مگر در خود ایران ببینید در پاریس بنیادگرایان اسلامی رفتن دفتر مجله فکاهی شالی عبدو یعنی دگراندیشان قلم به دست در برلین مسلسلچی های حکومت اسلامی اومدن در رستورانی که دگراندیشان سیاسی نشسته بودن اونا رو به قتل رسوندن یعنی شما دیدید که در سال 1988 چگونه در همین جمهوری اسلامی 10,000 نفر از دگراندیشان رو که در زندان بودن و بعضا اصلا دوران محکومیتشون رو گذرونده بودن جرم جدیدی نشن به فرمان کتبی آیت الله خمینی به قتل رسوندن و حتی موقعی که از آیت الله خمینی پرسش میشه یعنی این حرفایی نیستش که حالا اپوزیسیون گفته باشه و بگن صحت نرس و این مسائلی است که آیت الله منتظری در کتابش می نویسه و دستخط آیت الله خمینی و نامه آیت الله خمینی در این زمینه هم ضمیمه می کنه تو کتابش هست و از آیت الله خمینی می پرسن که یه بخشی از اینایی که شما میگید تو زندانن ما باید اینا رمه رو بکشیم اینا محکومیتی ندارن محکومیتشون تموم شده چیکار کنیم با اینا میگه همه رو بکشید اونا رو هم بکشید خب ببینید میان اون اندیشه و این اندیشه تفاوت زیادی نیست فقط اون شیعه 12 امامیه که
دین و مذهب خودشو کرده ابزار ایدئولوژیک حکومت بر دیگران، مال این مال اهل سنت سلفی است، چه این چه اون، هر دو بدن. و یا در ایران چقدر از دگراندیشان رو، نویسندگان رو و یا سیاستمداران رو به قتل رسوندن، مگر شیوهی رو که فروهرها رو، هر خانم پروانه اسکندری و داریوش فروهر رو در خونه خودشون با کارت تکه تکه کردن، مگر زیاد تفاوت داره با اون عمل داعشی که حالا در جلوی دوربین این کارو میکنه؟ خب این حالا در جلوی دوربین سر یکی رو میبره، ولی اون در پشت درهای بسته من این کارو کرده. یعنی این بنیادگرایی با اون بنیادگرایی فرق زیادی نداره، این خانش خودشو داره، اونم خانش خودشو داره، ولی جنبه های مشترکش اینه که هر دوی اینا دارای یک ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی رو حقیقت مطلق میگن و میگن هر کس که اینو نپذیره از حقوقش یا محرومه یا میکشیم. خب رفتاری رو که در جمهوری اسلامی با باهایان کردن و میکنن، مگر غیر از اینه؟ رفتاری رو که در ایران 35 ساله با اهل سنت میکنن که از تمام حقوق اساسیشون مبنی بر حق انتخاب شدن در نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی محروم هستن، مگر فرقی میکنه با محروم کردن دیگران از حقوقشون و یا غیره؟ خب حالا میشه گفت جزیه ای رو که اهل سنت میپردازه همون مالیاتی است که به دولت میدن، میشه اینطوری هم تفسیرش کرد. ولی خب ببینید اینا همه فرزندان ایران هستن و یا در رابطه با زنان و محرومیت زنان از حقوق اساسیشون و یا سنگسار کردن، دست قطع کردن، چشم در آوردن که جزء قوانین مجازات جمهوری اسلامی شده. تفاوت داعش با جمهوری اسلامی در اینه که اینها در حکومت هستند، اونها هنوز در حکومت نیستند. اینها اومدن قوانین موجود و احکام و موازین شهر رو به صورت قوانین مدون قضایی جزایی در آوردن، اونها هنوز بر اساس همون احکام الهی عمل می‌کنن، وگرنه ماهیت هر دو کمابیش یکیه. آقای مهندس، چگونه است که بنیادگرایان 12 امامی اندیشه های جناییشون، آدم کشانشون شبیه داعشی هاست که سنی هن؟ ببینید این بر میگرده به ریشه مجموعه اینها. به هر حال زمانی که حضرت محمد فوت کرد و مسئله بر سر جانشینی شد، خب شیعیان، یعنی شیعیان یعنی پیروان علی، اینها معتقد بودند که جانشین محمد میبایستی حضرت علی باشه و مسئله امامت رو مطرح میکردن در خانواده علی. یعنی اختلاف شیعیان با اهل سنت با سه خلیفه اول بر سر تفسیرهای متفاوت از قرآن و حکومت اسلامی نبود، بلکه بر سر جانشینی، بر سر قدرت بود. در نتیجه چه شیعیان 12 امامی، چه شاخه های گوناگون اسلامی، مسئله احکام و موازین شرع و حدود الهی رو، یعنی کتاب مقدس قرآن رو، اینها اساس تصوراتشون هست از قوانین مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، و بعد به سنت و حدیث محمد رجوع میکنن و یاران نزدیک او. و شیعیان به علاوه این به سنت حضرت علی و دوران خلافت او استناد میکنن و غیره. هرچند که واقعیت هم این استش که در قرآن آمده است، یعنی در این زمینه اهل سنت حق داره، در قرآن آمده است که پس از حضرت محمد راهنمایی از طرف خداوند برای بشریت نخواهد آمد، و
در حالتی که شیعیان میگویند پس از محمد 12 امامی که با خداوند در ارتباط هستند برای ما فرستاده شده و در زمان پنهانی امام 12 ما یعنی فقها و مجتهدان جانشینان او هستند و آیت الله خمینی قبل از انقلاب اسلامی که کتاب ولایت فقیهش رو بیرون میده در اونجا میگه که در حکومت اسلامی در حکومت الهی ما رأی هیچ کس حتی رأی حضرت محمد هم دخیل نیست، بلکه همش حدود الهی است. همین صحبتی است که بعد از 36 سال اگر در خاطرتون باشه 2 هفته پیش آیت الله مصباح یزدی 2 مرتبه تکرار کرد در رابطه با حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد و گفت که این تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده که مورد تایید رهبری است و ما در جمهوری اسلامی ولایت فقیه داریم و ولایت فقیه یعنی حکم خداوند و بعد از حکم خداوند یعنی حکم پیامبر و بعد از حکم پیامبر یعنی حکم امامان و در زمان پنهانی امام 12 یعنی حکم ولی فقیه. و ایشون ادامه میده میگه اگر در جمهوری اسلامی تمام نمایندگان مجلس شورا به یک قانونی رأی بدهند اما اگر ولی فقیه این رو تایید نکنه این حکم رو نده هیچ اعتباری ندارن نماینده های مردم اصلا قبول ندارن. یعنی همون حرفی رو میزنه که آیت الله خمینی زده بود و همون حرفی رو میزنه که ساختار حکومت جمهوری اسلامی روی اون بنا شده و این چنین عمل میکنن. این واقعیته. آقای دستمالچی عزیز، شما در این تحلیل خودتون زیر عنوان از تامگرایی در اندیشه تا خشونت در عمل گفته اید که بنیادگرایان اسلامی دنیا را به 3 بخش اساسی تقسیم می کنند. به چه بخشایی؟ به 3 بخش اساسی تقسیم می کنند. یکی خانه اسلام هست، خانه صلح هست، اونجا جاییست که مسلمانان درش زندگی می کنند. و یکی خانه کفر هست و یا دارالحرب هست، خانه جنگ هست، اونجاییست که غیر مسلمانان حکومت میکنن درش و یکی جایی هستش که مسلمانان هم در اونجا زندگی میکنن ولی حکومت در دست مسلمانان نیست. اونها اصولا جهان رو 2 بخش میکنن، یکی دشمنان بیرونی اسلام و یکی هم دشمنان درونی اسلام. دشمنان بیرونی اسلام تمام کسانی هستن که اسلام نیاوردن و یا به دین اسلام ایراداتی دارن و یا دلایل دیگری. دشمنان درونیشون کسانی هستن که گویا مسلمانن بلکه در واقعیت نیستن، بلکه منافقان هستن و اینها وظیفه دارن، مسلمانان واقعی وظیفه دارن که بر علیه هر دو دشمن یعنی اونایی که خارج از اسلام هستن و اونایی که مثلا مسلمان هستن ولی در واقع مسلمان واقعی نیستن بجنگن و جهاد بکنن و جامعه اسلامی رو از هر دو مسئله نامسلمانان و منافقان پاک بکنن. و حالا شما تصور بفرمایید که با این تصور و من در همین نوشته‌ای که شما گفتید از تامگرایی در اندیشه با خشونت در عمل در واقع در اونجا تلاش کردم که نشون بدم که شما موقعی که تامگرایان می اندیشی یعنی کردار شما نتیجه پندار شماست. شما باید در ذهنت در اندیشت این باشه که باهایی نجسه و بعد از لیوان اون آب نمیخوری. شما باید در اندیشت باشه که غیر مسلمان رو میشود کشت و بعد میری میکشیش، یعنی اگه غیر از این فکر بکنی خب اینطوری عمل نمیکنی. و من کوشش کردم چند چیز رو اونجا نشون بدم. یک اینکه این چنین برداشتهایی در قرآن هست. من حداقل 19
آیه گوناگون رو آوردم که در اونجا در قرآن آمده است که به مؤمنان دستور میده غیر مؤمنان رو بکشن، غیر مؤمنان رو ترد بکنن، غیر مؤمنان رو برای اسلام جهاد بکنن. یعنی میخواهم بگویم که این بنیادگرایان اسلامی، یعنی در قرآن و یا در احادیث و سنت، همه چیز هست، هم چیزای خوب هست و هم چیزای بد هست. نمیشود گفت، یعنی باید براش یه راه و چاره‌ای پیدا کرد، نمیشود گفت که اسلام فقط اون بخشی است که میگوید در دین اکراه نیست. این هم هست در اونجا، ولی 10 مورد دیگه هم هست که میگوید دین اسلام برترینه، مسلمانان برترینن و کسانی که نمیپذیرن اسلام رو باید باهاشون جهاد کرد. و من در اون نوشته تلاش کردم که با نشون دادن 4 نمونه، آیت الله خمینی که در هر صورت مشخص بود، اعمالش، به ویژه اعمالش پس از انقلاب و دستورایی رو که برای جنایت‌ها صادر کرد، من کوشش کردم 3 متفکر بزرگ اسلامی ایران رو هم ازشون نقل قول بیارم، گفتاور داشته باشم. یکی آیت الله طالقانی که به عنوان بنیادگرا شناخته نمیشه، یکی آیت الله مطهری که به عنوان بنیادگرا در میان ما ایرانیان شناخته نمیشه، و یکی هم دکتر علی شریعتی که سرچشمه فیض اکثر روشنفکران دینیه. و با گفتاوردهایی رو که از اینا میارم که اینا هم همه میگویند که آقا این چیزی که ما میگوییم حق است. حالا من در رابطه با دکتر شریعتی یه مقداری دقیق تر خواهم گفت که ایشون چه میگه، ولی در کل همشون میگویند که اینی که ما میگیم حق است. و آیت الله طالقانی میگوید اگر اینی که ما میگیم دین ما حق است، این حق میبایستی با چنگ و دندان و شمشیر به کرسی نشونده بشه. خب حالا در اون زمان شمشیر بوده، الان کلاشنیکوفه، و اونایی که رفتن در پاریس این کار رو کردن میخواستن همون اسلام بنابر تصورات خودشون، برای اینکه اونا که تصورات آیت الله طالقانی یا دیگران رو بر نمیدادن، که اونا میگن آقا این همین حرف رو میزنن، میگن اینی که ما میگیم حقه و این حق رو باید هر طوری شده جهاد کرد در راهش و به کرسی نشون. خب تصورات یک زمانی پنجه و چنگ و دندان و شمشیر بوده، الان کلاشنیکوفه اون کارو میکنه. ببینید، من یک نقل قولی در همون مقاله آوردم از دکتر علی شریعتی از جلد 26 آثار ایشون که تحت نام علی چاپ شده. در اونجا ایشون میگه که یه عده از روشن، به اصطلاح روشن فکران مسلمان، اینها به دنبال مد روز افتادن و خودشونو برای هومانیستا و صلح طلبان و لیبرال ها و دموکرات ها لوس میکنن و صحبت از این میکنن که بله اسلام از سلم میآید، یعنی صلح و دوستی و همزیستی. این حرف ها اصلا نیست. اسلام یعنی جنگ و جهاد. و من اگر قرار باشد که از محمد، ایشون میگه اگه قرار باشه که من از محمد مجسمه‌ای درست بکنم، مجسمه‌ای درست خواهم کرد که در یک دستش کتاب قرآنه و در دست دیگرش شمشیر است. حالا به زبان امروزی شما بگید کلاشنیکوف است. و مسئله حقوق بشر و همزیستی مسالمت آمیز و اینها حرفای بی جای غربی هاست که به خورد روشنفکرای به اصطلاح رو اسلامی ما دادن، اصلا قابل قبول نیست. خب شما این نوشته ها رو که میخونید فکر میکنید که اونایی که رفتن دفتر مجله فکاهی شالی عبدو رو به مسلسل بستن این نوشته ها رو خوندن؟ به همین دلیل اون قسمتی رو که شما در ابتدای گفتگو خوندید از نوشته، که ما با چه خونه تکانی بزرگی روبرو هستیم از نظر فکری
برای اینکه اگر بخواهیم از این دایره شیطانی خشونت و خشونت و هر کس میاد و میگوید که گویا آنچه که پندار اوست حقیقت مطلق است و دستیازی میکنه به قدرت سیاسی، به قدرت حکومت و میخواهد دیگران رو مجبور کنه که عین اون فکر بکنن، عین اون عمل بکنن، عین اون زندگی بکنن و غیره. شما این نوشته رو جلوی خودتون فکر میکنم دارید چون از اونجا نقل قول کردید، اگر لازم دیدید میتونید اون بخشی قسمت آخرش تقریبا بخشی رو که مال دکتر شریعتی هست و یا اگه میخواییم من اینجا بخونم برد خودتون بخونید. ببینید از قسمت آخر در واقع نقل قوله که من میخونم اینجا. 5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. بله. یه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند و به هر فکر و سلیقه‌ای که روح زمان ما میپسندد و مد میشود رو میکنند، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. آن وقت روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات ها و هومانیست ها لوس می کنند که اسلام از سلم است و سلم یعنی صلح و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه میان طبقات و مذاهب و افکار و عقاید. عجبا، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. نباید از اتهام کشیش ها و استعمارگران و شبه روشنفکران کاردستیان ها ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پیش نمی رود. حقیقت را باید آنچنان که هست شناخت، نه آنچنان که می پسندد. جهاد را نباید دفاع توجیه کرد، دفاع احکام دیگری دارد و جهاد احکام دیگری. اسلام جنگ حق و باطل است، از آدم تا انتهای تاریخ است. این نکته نخست آموزنده و تأمل‌آور است که از میان اصحاب پیغمبر اسلام حتی یک تن را نمی شناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد. هر مسلمان به خودی خود در زندگی، نه در حالات و حوادث استثنایی، یک پارتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی‌پردازد، بلکه خود برای تحقق کلمه شمشیر می‌کشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه‌ای بریزند، باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر. خب با این افکار و اندیشه ها شما چه جامعه ای رو میخواین بسازید که انسان ها بتوانند در کنار هم در صلح زندگی بکنند؟ نوشته این کسانی که با خدا و پیامبر او میستیزند به نقل از قرآن و در زمین به فساد میکوشند، سزایشون جز این نیست که کشته شوند یا برادر شوند یا یکی از آنها یا یک دستشان و یکی از پاهایشان به عکس یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این رسوایی آنها در این دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ دارند، مگر کسانی که پیش از آنکه بر آنها دست یابید توبه کنند، بدانند که خدا آمرزگار رحیم است. آقای مهندس، این هم بخشی از یکی از آیات بود نه؟ بله بله، در واقع اگر که به اون شماره پشتش رجوع بکنید در زیر اومده که کدوم آیه از کدوم سوره است، اینها که من الان در طرف ندارم، ولی حرف شما درسته.
خب اینا به این چیزا استناد میکنن، اینا به این چیزا استناد میکنن و یه سوره مائده است، از سوره مائده بود و یه سری روشنفکرانی گفتم از آیت الله مطهری و یا طالقانی که به عنوان بنیادگرا به رسمیت شناخته میشن تا یه روشنفکر تحصیل کرده در پاریس در سوربن، شما ببینید که درباره همزیستی مسالمت آمیز احترام به افکار و عقاید دیگران چه میگوید. خب موقعی که اینا اینطوری میگویند بعد شما دیگه میتونید تصور بکنید که اون داعشی که سواد نداره و بوکو حرام و الشباب و اینها، اونها دیگر چه میگویند و چه میکنند. کاملا درست. خیلی ممنون آقای دستمالچی گرامی، تا گفتگوی دیگری با اجازتون، شب و روز شما خوش و با سپاس از هممیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند و میفرمایند و با سپاس از کارگردان برنامه‌مون.